جز رنده های چوبی هستن، ژاپنی ها خیلی استفاده میکنن. شما قرار تو فرو رفتگی باربرداری رو انجام بدید، برای همینه که در قسمت جلو فضای بیشتری وجود داره برای گرفتن دست و چوبش هم که آبنوسه، به هیچ عنوان خراب شده این نیست، یکی از شگال ترین و خفن ترین چوبای موجود توی دنیاست. توی صنعت چوب از ابزارالات و تجهیزات مختلفی که میتونه دستی باشه یا برقی برای فرمدهی و صاف کردن سطح چوب استفاده میشه. از اره‌ها میتونید استفاده کنید، تیغ‌های فرز میشه استفاده کرد. یکی از ابزارهایی که از گذشته بوده اما الان یه مقدار کمتر هست، رنده هایی که برای رندیدن و فرم دادن و صاف کردن سطح چوب استفاده میشه. رنده های معروف بازار، مثلا این رنده ژاپنی ها یا رنده های استاندارد اروپایی بهش میگن، اونا هم هستن، اونم فلزی میتونه باشه یا چوبی باشه، سالیان سال داره استفاده میشه. اما یه سری رنده ها هستن مثل این رنده ای که الان دارید تو تصویر میبینید، متفاوتن، کاربرد متفاوت دارن، شکل ظاهری متفاوتی دارن. من میخوام تو این ویدیو در مورد رنده های مهدب یا مقعر مینی با شما صحبت کنم. جز رنده های چوبی هستن، ژاپنی ها خیلی استفاده میکنن، به اینا رنده ژاپنی هم میگن، البته اروپایی ها آمریکایی ها اینا هم رنده های مهدب و مقعر و دوکاره تک‌کاره ساختن. این جز رنده های مقعره. مثلا شما یه قطعه چوبی صاف دارید، اینو من قبل فیلم برداری قبل شروع ضبط کار کردم، یه قطعه چوبی صاف دارید و میخواید بهش یه فرمی بدید، مثلا میخواید یه دسته‌ای بسازید، یه چیزی بسازید که به سمت داخل قاعدتا باید فرو رفتگی داشته باشه و یه همچین فرمی داشته باشه، میتونید از این رنده ها استفاده کنید. حالا مدل های مینیش هم هست، مدل های بزرگ و استانداردش هم هست. الان این مدلی که میبینید مربوط به برند کاکوری تو بازار ایران هم موجود هست، چوب آبنوسه و یه ساختار بسیار ساده ای داره، یه تیغه داره و یه تراشه شکن شاید بگم، نگهدارنده یه تیغه است که همزمان وقتی تراشه های چوب به سمت تیغه میاد میشکونه و سعی میکنه باربرداری تمیزتر و شیکتر انجام بشه. حالا این در مورد داستان رنده ها من قبلا توضیح دادم، مثلا این رنده های ژاپنی کاکوری هم قبلا توی یه ویدیو معرفی کردم که برای کارهای صاف استفاده میشه. حالا همین رنده های مینی تو مدل های صاف هم هستن، ولی میخوام در مورد این مدل با شما صحبت کنم که جز رنده های منحنیه. مثلا شما ساز میسازید یا یه قطعه چوبی نسبتا کوچیک یا مینیاتوری یا سازهای کوچیکی که نیاز باربرداری های بسیار کم داره اما به صورت مقعر، یعنی شما قرار تو فرو رفتگی باربرداری رو انجام بدید، قرار لبه های کاری که قوس به سمت داخل داره رو کامل باربرداری کنید یا لبه هاشو باربرداری کنید یا قوس بدید، یا برای دل خودتون میخواید یه همچین شکلی بسازید و میخواید باربرداری انجام بدید، به راحتی میتونید با استفاده از این رنده ها این کارو انجام بدین که ما تو کپشن نوشتیم، فروشگاه تولز بیت اطلاعاتش هست، میتونید ازش تهیه کنید. این رنده ها نکته مد نظر داشته باشید، میتونید به این صورت هم کار کنید، ولی کلا رنده های ژاپنی جز رنده های کششی هستن. این ژاپنی‌ها علاقه دارن رنده رو به این صورت به سمت خودشون بکشن. برای همینه که در قسمت جلو فضای بیشتری وجود داره برای گرفتن دست و قسمت پشت چیزی نداره. تو این رنده‌ها هم نگاه کنید، در قسمت جلو یه فضا وجود داره که با دست ما بگیریم، روی کار بکشیم و پشت زیاد فضای خاصی وجود نداره. کما اینکه شما میتونید به این صورت هم کار کنید. ولی درستش اینه. ژاپنی‌ها قبلا در گذشته، حالا الان هم یه سری ها هستن انجام میداد، می‌نشستن روی زمین، قطعه کار رو تکیه میدادن به زمین، می‌چسبوندن به بدنشون و شروع می‌کردن به باربرداری کردن. اینم در مورد اینکه چطور از این رنده‌ها استفاده کنید. این رنده‌ها می‌تونه مدل‌های مختلفی داشته باشه، ولی تو این مدل کلاً یه دونه تیغه داره و یه پیچ تنظیم. پیچ تنظیم رو شل می‌کنید، از اینجا نگاه می‌ندازید ببینید تیغه، یه چشمتون رو ببندید حتما، نگاه میندازید که تیغه چقدر بیرون زده، بیرون زده ایش به اندازه مورد نظرتون شد و دو طرفش هم تراز بود، پیچ رو صفر میکنید. یه پیچ برنجی داره و صفحش هم برنجی، به هیچ عنوان زنگ نمیزنه. چوبش هم که آبنوسه، به هیچ عنوان خراب شده این نیست، یکی از شگال‌ترین و خفن‌ترین چوبای موجود توی دنیاست. این بود توضیحات من در مورد رنده های منحنی، حالا به اینا رنده کاسوسینه هم میگن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ما تو ویدیوهای قبل در مورد مدل‌های مختلف رنده، رنده‌های ژاپنی، رنده‌های دستی، رنده‌های اروپایی، اره‌های ژاپنی کامل توضیح دادیم. اگر سایت، کانال یوتیوب یا آپارات ما رو دارید می‌بینید، پیشنهاد می‌کنم که اون کلمات رو سرچ کنید و پیدا کنید. اگر هم سوالی داشتید در مورد رنده‌ها بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم ارادتمندم.